سلام دوستان، متاسفانه مطلع شدیم. هنرمند پیشکسوت خانم زهره حمیدی دار فانی را وداع گفتند. ضمن عرض تسلیت به خانواده و طرفداران این هنرمند فقید، نظر شما را به این ویدیو جلب می‌کنیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما را دنبال کنید. زهره حمیدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، بر اثر ابتلا به سرطان پانکراس لحظاتی پیش در سن 67 سالگی درگذشت. خانم حمیدی اوایل بهمن 1402 خبر از ابتلای خود به بیماری سرطان پانکراس را داده بود. او گفته بود به جهت تشخیص دیرهنگام این بیماری امکان عمل جراحی ندارد و باید بعد از شیمی درمانی کوچک شدن توده بتواند با عمل جراحی آن را خارج کند. زهره حمیدی چند وقت پیش در یک مصاحبه با اظهار امیدواری بر اینکه هرچه زودتر بهبودی کاملش را به دست می آورد اعلام کرد: علی‌رغم اینکه پیشنهادهای زیادی برای کار دارم، اما متاسفانه فعلا توان ندارم تا انشاءالله درمانم تمام شود و مجددا به عرصه بازیگری برگردم. این بازیگر در گفتگویی با ایسنا درباره آخرین وضعیت جسمانیش پس از سپری کردن دوران شیمی درمانی گفته بود: خدا رو شکر خیلی نسبت به گذشته بهترم، اما همچنان درمانم ادامه دارد. 2 ماه است که مراحل شیمی درمانی به پایان رسیده، ولی قرص هایی که استفاده می کنم بدتر از شیمی درمانی است و حالم را بد می کند، اما چاره ای نیست. 6 ماه باید این داروها را مصرف کنم. 2 ماه گذشته و باید تا 4 ماه آینده این قرص ها را مصرف کنم تا انشاءالله به لطف خداوند بهبودی کاملم را به دست بیاورم. حمیدی درباره جراحی که قرار بود از ناحیه پانکراس داشته باشد توضیح داده بود: خدا رو شکر به دلیل اینکه قده با شیمی درمانی رفع شده، دیگر نیازی به عمل پانکراس ندارم و از این بابت خیلی خوشحالم و خبر خوبی برایم بود که دیگر احتیاجی به جراحی ندارم. من مردم عزیزم را خیلی دوست دارم و بسیار تشکر می کنم، چون خیلی به من لطف دارند و در این مدت برایم بسیار دعا کردند و من دیدم که دعای جمعی واقعا برایم تأثیر داشت. از شما هم ممنونم که به یاد من هستید. خیلی امیدوارم که به زودی سلامتی کاملم را به دست آورم، البته با دعای مردم و لطف خداوند. زهره حمیدی در پایان درباره شرایط کاریش هم اظهار کرد: متاسفانه شرایطم به گونه ای نیست که بتوانم کار کنم، چون قرص هایی که مصرف می کنم شرایط را برایم سخت می کند و توان کار کردن ندارم. اتفاقا پیشنهادهای بسیاری به من می شود، اما فعلا نمی توانم تا انشاءالله درمانم تمام شود. آن وقت است که دیگر مرتب کار خواهم کرد. او گفته من دارم با این بیماری می جنگم و انشاءالله که زودتر شکستش می دهم و بتوانم با قدرت برگردم به صحنه و برای مردم فعالیتم را دوباره شروع کنم. من وقتی که فهمیدم دچار این بیماری شدم تا 2-3 روز منگ بودم. نمی دونستم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی قراره بیفته. گیج شده بودم و به یک بار روحیه خودم را از دست داده بودم. اما بعد از مدتی به خودم امیدواری دادم و گفتم مثل بقیه آدمایی که تونستن این بیماری را شکست بدن، من هم میتونم. من همین قدرت رو دارم و باید به خاطر مردم، به خاطر بچه هام، به خاطر خودم هم که شده از پس این مشکل و این بیماری بر بیام. اینطوری شد که به خودم امیدواری دادم، به خودم روحیه دادم و این حس رو به خودم تزریق کردم که باید این بیماری رو شکست بدم. الان من خودم رو مثل درختی میبینم که شاخ و برگش هرس شده و به امید خدا و دعای مردم و به امید کادر درمان این درخت هرس شده تا عید نوروز، تا فصل بهار دوباره رشد میکنه، سرزنده میشه، مثل روزهای گذشته به درون جامعه هنری برمیگرده و میتونه با قدرت فعالیتش رو شروع کنه. مدتی پیش او ویدیوی دیگه از خودش منتشر کرده بود و از شرایطش در حین شیمی درمانی صحبت کرده و شرایط نچندان راحتش رو به دوستانش گزارش کرده بود. او پیشتر در مصاحبه از علایقش صحبت کرده و گفته اگر به جوانهای امروزی بگوییم کسی در 36 سالگی مادر بزرگ شده، حتما برایش
باور نکردنیه، چون این روزها سن ازدواج به شدت بالا رفته. جوانها تازه در این سن و سال به ازدواج فکر میکنن، اما من در این سن و سال نوه اولم به دنیا آمد و زندگی من را شیرین کرد. دست پختم خوب است. البته اگر واقعا تصمیم بگیرم، غذاهایی که میپزم فوق‌العاده خوب میشوند، مگر اینکه حوصله نداشته باشم، که خب معلوم میشود چه میشود. خودم باقلی پلو با گوشت و قرمه سبزی را خیلی دوست دارم. قبلا مدام ورزش می‌کردم. کوهنوردی ورزش دائمی ام بود و در تیم والیبال هنرمندان هم عضو بودم، ولی دو سه سال اخیر کم شده. اما تصمیم جدی داشتم که دوباره شروع کنم، ولی از وقتی که فضای مجازی اومده خیلی کم مطالعه می‌کنم. بیشتر اطلاعاتی که نیاز دارم از این طریق کسب می‌کنم. کتاب‌های کریشنامورتی و جعفر مصفا را خیلی دوست دارم و گاهی هم کتاب‌های صوتی را در فضای مجازی دنبال می‌کنم. زهره حمیدی از بازیگران خوب سینما و تلویزیون ماست. او متولد 8 اردیبهشت 1336 در شهر عراق است. نام اصلی او زهره ربیعی مطمئن است، اما فامیلی حمیدی را از همسرش گرفته و با نام زهره حمیدی شهرت یافته است. خانم حمیدی دیپلم اقتصاد دارن. او در سن 16 سالگی با پیشنهاد خانواده با آقای حمیدی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 4 فرزند بوده است. حمید، حامد، مهتا و بیتا نام فرزندان خانم حمیدی می باشند. خانم حمیدی پس از ازدواج علاقه زیادی به داشتن کار و فعالیت خارج از امور منزل داشتن. به همین دلیل پس از گذراندن دوره آمادگی مربیگری به فعالیت در مهد کودک مشغول شدند و پس از مدتی به عنوان مدیر یک مهد کودک خصوصی کار کردند. خانم حمیدی علاقه زیادی به بچه ها داشتند و به همین دلیل کار در مهد کودک را انتخاب کرده بودند و البته در این کار می توانستند بچه های خودشان را نیز با خود به همراه ببرن. متاسفانه این هنرمند بزرگ امروز بر اثر ابتلا به سرطان پانکراس لحظاتی پیش در سن 67 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اول خواستم از شما عزیزان تشکر کنم که اینقدر شما مهربون و خوبین، منو دعا میکنین و دعای خیر شما همیشه همراه منه. دوستان عزیز، من بعد از اینکه بیماری کانسر پیدا کردم تو پیجم با خیلی آشنا شدم که متاسفانه آنها هم دچار بیماری کانسر هستن، ولی خیلی هاشون متاسفانه روحیشون از دست دادن، افسردگی گرفتن، با کسی معاشرت نمی کنن، درمانشون طولانی شده و خسته کننده شده و بریدن. ولی خواستم به شما عزیزان بگم بابا روحیتون رو حفظ کنین، شاد باشین، خوشحال باشین، به خدا این چیزی نیست. سعی کنین اگر خشمی، کینه ای نسبت به کسی دارین، این رو از دلتون خارج کنین و به جاش نور و عشق خداوند رو جایگزین کنین. با سعی کنین موزیکای شاد گوش بدین، با خداوند راز و نیاز کنین، باور کنین این دوره میگذره و شما خوب میشین و با این دکترها و واقعا داروهایی که الان هست همه درمان پیدا میکنن. عزیزان نگران نباشین، ایشالله که روزی بشنوم که همه تون شفا پیدا کردین و به امید روزهای خیلی خیلی خوب. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، قوی باشین، قوی و محکم. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، بدرود.